به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. با آموزش درس جبر جابجایی در خدمت شما. من داوود اسداللهی، دکترای ریاضی محض، گرایش جبر جابجایی، این آموزش رو برای فرادرس تهیه میکنم. در درس یکم مقدمات لازم برای این آموزش تهیه شده. بخش اول مروری کلی بر رادیکال پوتستوان هست. رادیکال پوتستوان تعریفش رو میتونید تو درس جبر پیشرفته ملاحظه بفرمایید. در سراسر این درس حلقه ها جا به جایی و یکدار در نظر گرفته شدن. حلقه ها رو با حروف بزرگ آ و ب و ایدال ها رو با حروف آی و جی و غیره نشون میدیم. یک هومومورفیسم حلقه یه نگاشتی از حلقه آ به توی حلقه ب به طوری که سه تا خاصیت داشته باشه. خاصیت اول اینه که جمع رو حفظ کنه، یعنی fx به اضافه y برابر باشه با fx به اضافه fy. خاصیت دوم اینه که ضرب رو حفظ کنه، fxy مساوی باشه با fx ضرب در fy. دقت کنید اینجا xy که به هم ضرب میشن، ضربشون تو حلقه آ هست، ولی fx fy که به هم ضرب میشن، ضربشون تو حلقه b اتفاق میفته. سومین شرط هم اینه که f عضو همانی آ رو به عضو همانی ب تصویر کنه. یک زیر مجموعه S از حلقه آ رو بهش میگیم زیر حلقه. هرگاه خود S تحت جمع و ضرب بسته باشه و حاوی عضو همانی آ باشه، یعنی در واقع خود S ساختار حلقه داشته باشه با اعمالی که از حلقه بزرگتر میگیره. در این صورت نگاشت شمول آی از اس به آ یه هومومورفیسم حلقه‌ای هست که هر عضو رو به خودش تصویر میکنه. در ادامه یک مقسوم علیه صفر در حلقه آ عضوی مانند ایکس، به طوری که یه عضو دیگه ای از آ به اسم ایگرگ موجود باشه که ضرب در ایکس برابر صفر بشه. یعنی اعضایی که توسط عضو دیگه ای صفر میشن بهش میگن مقسوم علیه صفر. خیلی واضحه که صفر خودش یه مقسوم علیه صفره، چون ضربش در هر عضو دیگه ای برابر صفر میشه. حلقه ای که تنها مقسوم علیه صفرش صفر باشه رو بهش میگیم حوزه صحیح، یعنی آ یه حوزه صحیح هرگاه برای هر دوتا عضوی که از حلقه بگیریم مانند x و y، xy مساوی صفر اگر و تنها اگر x صفر باشه یا y صفر باشه. یعنی اگه با عکس نقیض در نظر بگیریم، ضرب دو تا عضو غیر صفر نتونه برابر صفر بشه. مثالی که برای حوزه صحیح میتونیم بیاریم، z هست، q هست با اعمال جمع و ضرب معمولی که از قبل میشناسیم و کای x حلقه چند جمله‌ای های که با ضرایب در کا انتخاب میشن و کا اینجا یک میدان هست، میتونن مثال هایی برای حوزه صحیح باشن. اعضای کای x رو هم که به صورت چند جمله ای ها هستن با جمع و ضرب معمولی در نظر میگیریم. یه عضوی از آ رو بهش میگیم پوتس توان هرگاه توسط توانی صفر بشه، یعنی n مثبتی موجود باشه به طوری که xn مساوی صفر هست. هر عضو پوتستوان یه مقسوم علیه صفره. اگه این n رو کوچکترین n‌ای در نظر بگیریم که xn مساوی صفره، پس xn منهای یک مخالف صفر میشه، یعنی x ضرب در xn منهای یک میشه صفر که این نتیجه میده x مقسوم علیه صفره. عکس این مطلب برقرار نیست. در ادامه یه گزاره‌ای هست. فرض کنید آ یه حلقه غیر صفر باشه. گزاره‌های زیر معادلن. یک آ یک میدان هست. دو
تنها ایدال های آ صفر و خودش هستند و سه هر هوموورفیسم از آ به یه حلقه غیر صفر یک به یک است. برای اثبات ابتدا از یک به دو فرض میکنیم آ میدانه، نشون میدیم که تنها ایدال های آ صفر و خودش هستند. ابتدا فرض کنیم آی یه ایدئال غیر صفر آ باشه، پس یه ایکس غیر صفری متعلق به آی موجوده و چون آ یک میدان هست ایکس دارای وارون ضربی می باشد، یعنی یه ایگرگی موجوده به طوری که ایکس ضرب در ایگرگ مساوی یک باشه. پس چون ایکس ایگرگ مساوی یک هست یک می افته داخل ایدال تولید شده توسط x و لذا ایدال تولید شده توسط یک کل حلقه هست برابر میشه با ایدال تولید شده توسط x که اونم زیر i هست. این نتیجه میده که i هم برابر خود حلقه a هست. برای برهان قسمت بعدی از 2 به 3 فرض کنید فی از a به b یه هوموورفیسم حلقه‌ای باشه که به یه حلقه غیر صفر در نظر گرفته شده. در این صورت کرنل فی یعنی اعضایی از آ که فی اونا رو صفر میکنه یه ایدئال آ هست که مخالف خود حلقه هست، چون اگه بخواد با خود حلقه برابر باشه فی میشه هوموورفیسم صفر که این یه تناقضه، چون کرنل فی یه ایدئالی از آ هست و مخالف یک هست باید مساوی صفر باشه و اینم یعنی اینکه فی یک هوموورفیسم یک به یک هست. میرسیم به 3 به 1. فرض کنی x عضوی غیر صفر از آ باشه که یکال نیست. این فرض خلفه. میخوایم ثابت کنیم آ یک میدان هست. پس یه x غیر صفری از آ میگیریم که یکال نیست و به تناقض میرسیم. وقتی x یکال نیست تولید شده توسط x مخالف خود حلقه هست و در نتیجه حلقه خارج قسمتی a بر x که اسمش رو حلقه b میذاریم یه حلقه غیر صفر هست. هوموورفیسم طبیعی فی از a به b رو اینطوری تعریف میکنیم که فی a مساوی باشه با آی به اضافی ایدال تولید شده توسط x. خب واضحه که یه هوموورفیسمه و یک هوموورفیسم یک به یک هم هست طبق فرض 3، ولی کرنل فی رو ما محاسبه کنیم اعضایی از آ که فی آ مساوی صفره میشه کل x. پس باید کرنل فی که طبق فرض یک به یکه باید کرنل فی صفر بشه، ایکس هم صفر میشه که یه تناقضه. پس ایکس یکال میباشد و لذا آ یک میدان هست. ایدئال پ از حلقه رو بهش میگیم ایدئال اول، هرگاه اولا مخالف خود حلقه باشه، ثانیاً اگه ضرب دوتا عضو x و y بیفته داخل p نتیجه بگیریم یکیشون داخل p هست، یا x عضو p هست و یا y عضو p هست. ایدال های اول حلقه a رو با اسپک a نشون میدیم که ابتدای کلمه اسپکتروم هست یعنی طیف a. ایدال m از a رو بهش میگیم ماکسیمال، هرگاه اولا مخالف خود حلقه باشه و ثانیا هیچ ایدئالی بین M و A نباشه. ایدئال های ماکسیمال A رو هم با ماکس A نشون میدیم. واضحه که P یه ایدئال اوله، اگر و تنها اگر A بر P بشه یه حوزه صحیح. همچنین M یه ایدئال ماکسیماله، اگر و فقط اگر A بر M یک میدان باشه. از اونجایی که هر میدان خودش یه حوزه صحیحه، پس نتیجه میگیریم هر ایدئال ماکسیمال اول نیز هست. اگه F یه هوموورفیسم حلقه از A به B باشه و یه ایدئال اول B رو در نظر بگیریم، تصویر معکوس اون ایدئال اول حلقه A خودش یه ایدئال اوله
ولی این حکم برای ماکسیمال ها برقرار نیست. تصویر معکوس یه ایدئال ماکسیمال لزوماً ماکسیمال نیست. قضیه‌ای که اینجا هست اینه که هر حلقه غیر صفر آ دارای حداقل یک ایدئال ماکسیمال هست که این قضیه هم با استفاده از لم زورن اثبات میشه که تو کتاب‌های درس جبر پیشرفته میتونید ملاحظه بفرمایید. نتیجه‌ای که از این قضیه میتونیم بگیریم اینه که اگر آی ایدئال تره حلقه آ باشه، یعنی با خود حلقه برابر نباشه، اون موقع ایدئال ماکسیمالی شامل آی حتما موجود هست. و یه نتیجه دیگه هم از قضیه اینه که هر عضو غیر یکال آ در یک ایدئال ماکسیمال قرار داره. برای ایدئال های اول، مثال اول رو تو حلقه چند جمله‌ای های با ضرایب در یک میدان شروع می‌کنیم. آ رو می‌گیریم کای ایکس. اگه اف متعلق به آ یه چند جمله‌ای تحویل ناپذیر باشه، آنگاه ایدئال تولید شده توسط اف ایدئال اول هست. مثال دوم رو همون حلقه زد هست. چون زد یه حوزه ایدئال اصلی هست، هر ایدئالش به فرم تولید شده توسط ام هست و این ایدئال تولید شده توسط ام یه ایدئال اوله اگر و تنها اگر ام صفر باشه یا ام یه عدد اول باشه. تمام ایدئال های پ که پ یه عدد اوله ماکسیمال هم هستن و زد بر پی یک میدان با پی عضو هست. گزاره: مجموعه N از اعضای پوتتوان حلقه آ یک ایدئال هست و آ بر N دارای هیچ عضو پوتتوان غیر صفری نیست. یعنی ما N رو تمام اعضای پوتتوان آ میگیریم، ثابت میکنیم N خودش یک ایدئال هست و حلقه خارج قسمتیش دیگه عضو پوتتوانی به جز صفر نداره. اثبات این که N یه ایدئال هست باید ببینیم نسبت به ضرب اسکالر و جمع بسته هست. اگه X رو از N بگیریم، یعنی یه X یه عضو پوتتوان باشه، توانی از X صفر میشه، یعنی X Nی صفر میشه. در این صورت هر آی رو از حلقه بگیریم، آ ایکس به همون توان صفر میشه، پس آ ایکس میفته داخل ان. این یعنی این که تحت ضرب اسکالر بسته هست. بعد فرض کنید ایکس و ایگرگ دو عضوی از ان باشند، پس هر دو پوت توانند و ام و انی موجودند که ایگرگ به توان ان صفر میشه و ایکس به توان ام برابر صفر میشه و لذا ایکس به اضافه ایگرگ به توان ان به اضافه ام منهای یک برابر صفر میشه. برای اینکه دلیل این تساوی رو بدونیم از بست نیوتن استفاده میکنیم. جملات این بست یا شامل ایگرگ به توان ان هستند یا شامل ایکس به توان ام هستند و لذا همشون صفر میشن. پس نشون دادیم ان یک ایدئال اول هست. در ادامه فرض کنیم ایکس بار که ایکس به اضافه ان هست یه عضوی از آ بر ان باشه و پوت توان باشه. باید نشون بدیم که ایکس بار برابر صفر هست. x بار عضو a بر n پوت توان هست، یعنی توانی مانند n هست که x بار به توان n مساوی صفر. x بار به توان n برابر صفر، نتیجه میشه که x n میفته داخل n بزرگ و لذا m موجود هست که x n به توان m برابر صفر میشه. این یعنی اینکه x به توان nm صفر میشه و لذا خود x هم پوت توانه، پس میفته داخل n و x بار مساوی صفر میشه. یعنی هر عضو پوت توان a بر n برابر صفر هست. ایدئال n رو بهش میگیم پوت رادیکال a و با
ان آ نمایش می دهیم. گزاره ای که اینجا مطرح میشه اینه: پوت رادیکال آ اشتراک تمام ایدئال های اول آ هست، یعنی ان آ مساوی هست با اشتراک همه پی هایی که پی عضو اسپکتروم آ هست. برای اثبات اول یه عضوی از ان آ میگیریم و نشون میدیم میفته طرف دوم. x رو عضو ان آ میگیریم، پس x پوت توانه و لذا طبق تعریف عدد n موجوده به طوری که xn مساوی 0 باشه. ما هر پی که توی اسپکتروم آ بگیریم xn که مساوی 0 میفته داخل p، و چون p ایدال اوله x میفته داخل p، یعنی x میفته تو اشتراک همه پی ها و لذا n a زیر اشتراک همه پی هاست. برای برعکس فرض میکنیم x عضو اشتراک همه پی ها باشه، باید نشون بدیم که x متعلق هست به n a. فرض کنیم x پوت توان نباشه، یعنی عضو n a نباشه. مجموعه سیگما رو به این صورت تعریف می‌کنیم: سیگما مجموعه همه ایدئال‌هایی از آ هست که برای هر n مثبت xn داخل آی نیست. واضحه که صفر متعلق هست به سیگما و لذا سیگما یک مجموعه غیر توهی هست و لذا طبق لم زورن دارای یک عضو ماکسیمال هست. اون عضو ماکسیمال رو اسمش رو پی میذاریم، پس پی خودش داخل سیگما هست. نشون میدیم که پی یه ایدئال اول هست. برای اثبات این که پی ایدئال اوله باید دو تا حکم رو ثابت کنیم: اولا پی مخالف خود هلگه هست و ثانیا ضرب دو تا عضو داخل پی باشه حتما یکیش داخل پی هست، پی که به وضوح مخالف آ هست طبق تعریف سیگما. و لذا برای اثبات حکم دوم فرض کنیم آ به عضو پی باشه، باید نشون بدیم یکیشون داخل پی میفتن. فرض خلف بگیریم هیچ کدوم داخل پی نیستن. وقتی هیچ کدوم داخل پی نباشند، ایدئال تولید شده توسط هر کدوم به اضافه پی به طور اکید شامل پی میشه، و چون پ ماکسیمال سیگما هست این دوتا ایدئال نمیتونن متعلق به سیگما باشن. پس طبق تعریف اعداد طبیعی m و n موجودن به طوری که x به توان n میفته داخل p به اضافه a و x به توان m میفته داخل p به اضافه b، و لذا ضربشون که میشه xn به اضافه m میفته داخل پی به اضافه آب، که طبق فرضی که ما داشتیم آب عضو پی هست، پس این ایدئال برابر میشه با خود پی که این تناقضه. پس x پوت توان بوده و لذا اشتراک پی ها زیر ان آ هست. در بخش دوم آموزش مروری کلی خواهیم داشت بر رادیکال جیکوبسون. ابتدا تعریف رادیکال جیکوبسون: اشتراک تمام ایدال های ماکسیمال آ رو بهش میگیم رادیکال جیکوبسون آ، و با جی آ نشونش میدیم. چون طبق مطلبی که تو بخش اول گفتیم ان آ اشتراک همه ایدال های اول بود و همه ایدال های ماکسیمال اول هستند، پس ان آ زیر جیکوبسون آ میشه. گزاره مهمی که یه محکیه برای تشخیص اینکه یه عضو داخل جیکوبسون هست یا نیست اینجا مطرح میشه: x متعلق هست به جیکوبسون آ اگر و تنها اگر هر ایگرگی که از حلقه بگیریم یک منهای x ایگرگ در حلقه یکال باشه. خب برای اثبات اول فرض کنیم که x متعلق باشه به جیکوبسون آ. نشون میدیم برای هر ایگرگی که از آ در نظر گرفته میشه یک منهای x ایگرگ در آ یکال هست. فرض کنیم فرض خلف
یک منهای ایکس ایگرگ در آ یکال نباشه. پس چون یکال نیست مشمول در یه ایدئال ماکسیمال مانند ام هست. ولی چون جیکوبسون آ اشتراک همه ایدئال های ماکسیماله زیر ام میشه، از طرفی x هم که عضو جیکوبسون آ هست x میفته داخل m، اما یک منهای xy که متعلق به m نتیجه میشه که 1 میفته داخل m که تناقض، چون m طبق فرض چون ماکسیماله نمیتونه مساوی باشه با خود حلقه. خب برای برعکس فرض کنیم m ایدئال ماکسیمالی باشه که x متعلق به m نیست، پس a برابر میشه با m به اضافه x. چرا؟ چون که m به اضافه x یه ایدئالی که اکیداً شامل m هست و m ماکسیماله، پس باید برابر باشه با خود a. پس t متعلق به m و y متعلق به a موجوده که یک رو میشه نوشت t به اضافه x ضرب در y و لذا یک منهای xy میفته داخل m. اما طبق فرض یک منهای xy یکاله، پس m باید برابر باشه با خود حلقه که تناقضه. تناقض با کدوم فرضه؟ با اون فرض اولیه که گفتیم اگه ایدئال ماکسیمالی باشه که x متعلق به m نیست به این تناقض رسیدیم. پس همه ایدئال های ماکسیمال های a شامل x هن و لذا x میفته داخل جیکوبسون a. فرض کنید i و j ایدئال هایی از حلقه a باشن. جمع دوتا ایدئال به صورت مجموعه جمع اعضاشون تعریف میشه. یعنی آی به اضافه J مساوی هست با مجموعه X به اضافه Y هایی که X از I انتخاب میشه و Y از J انتخاب میشه. ضرب I ضرب در J هم اینطوری تعریف میشه، مجموعه همه سیگما متناهی X I Y I هایی که عضو اول رو از I برداشتیم و عضو دوم رو از J برداشتیم. همواره واضحه که ضرب زیر اشتراک هست و اشتراک هم زیر جمع ایدئال ها هست. فرض کنید آ یک و آ ان ان تا حلقه باشن. حاصل ضرب این حلقه ها رو به صورت مجموعه چند تایی های مرتب تعریف می کنیم. یعنی حاصل ضرب آ آی ها میشه مجموعه x1 تا xn هایی که xi متعلق به ai هست. مشخصه که این یه حلقه جا به جاییه، عضو همانیش هم یه چند تاییه که همه اعضاش برابر یک در نظر گرفته میشه. مثالی که اینجا هست اینه که اگه حلقه رو برابر z بگیریم، i رو برابر ایدئال تولید شده توسط m و J رو برابر ایدئال تولید شده توسط N در نظر بگیریم. آی به اضافه J مساوی میشه با ایدئال تولید شده توسط بزرگترین مکسوم علیه مشترک M و N. همینطور آی J مساوی میشه با ایدئال تولید شده توسط کوچکترین مضرب مشترک آی M و N. خب آی J مساوی میشه با ایدئال تولید شده توسط MN و ضرب مساوی اشتراک هست اگر و تنها اگر بزرگترین مکسوم علیه مشترک M و N برابر یک باشه. دوتا ایدئال I و J رو نسبت به هم اول میگیم هرگاه جمعشون برابر باشه با خود حلقه و پودساز یه حلقه رو اینطوری تعریف میکنیم. اگر I و J ایدئال هایی از حلقه A باشن، I دو نقطه J رو اعضایی از حلقه در نظر میگیریم که x ضرب در j زیر ایدئال i باشه. خواصی که این ایدئال پودساز داره اینه که i زیر i دو نقطه j هست، i دو نقطه j ضرب در j زیر i میشه، i دو نقطه j دو نقطه ایدئال دیگه ای مانند k بگیریم مساوی میشه با i دو نقطه ضرب j در k. اشتراک از این دو نقطه میتونه بیرون بیاد و اگه این طرف دوم
سیگما بگیریم برابر میشه با اشتراک اینا. یعنی اشتراک این دو نقطه ها هم میتونه به صورت اشتراک تر مؤلفه اول ظاهر بشه و هم به صورت جمع در مؤلفه دوم ظاهر بشه. فرض کنیم آ یه حلقه باشه و ایدئال های آی1 تا آین از آ باشن. هومومورفیسم فی از آ به حاصل ضرب آ بر آی ها به صورت زیر تعریف میشه. فی ایکس میشه ایکس به اضافه آی1 تا ایکس به اضافه آین. گزاره ای که اینجا هست اینه که اگه همه آی و آی جی ها نسبت به هم اول باشند، این حاصل ضرب مساوی میشه با اشتراک ایدئال ها. شرط دوم گزاره اینه که فی پوشا هست اگر و تنها اگر همه آی و آی جی ها نسبت به هم اول باشند. و گزاره سوم اینه که فی یک به یک هست اگر و تنها اگر اشتراک همه ایدال ها مساوی صفر باشه. قضیه مهمی که اینجا هست قضیه اجتناب از ایدال های اول می باشد. قسمت اولش اینه که اگر ایدئال های P1 تا PN اول باشن و I ایدئالی باشه که زیر اجتماع این ایدئال های اوله، حتما زیر یکیشون میفته. یعنی I موجود هست که I زیر PI. و قسمت دوم اینه که اگه ایدئال ها رو در نظر بگیریم که اشتراکشون زیر یه ایدئال اول باشه، حتما یکیشون زیر اون ایدئال اول هست. در ادامه رادیکال یک ایدئال اینطوری تعریف میشه: اگه آی ایدئالی از آ باشه، رادیکال آی مساوی میشه با تمام اعضایی از حلقه که توانی از اونا میفته داخل آی. اگه فی از آ به آ بر آی یه هومومورفیسم طبیعی باشه، هومومورفیسم طبیعی یعنی x رو میبره به x به اضافه i، در این صورت رادیکال i میشه تصویر معکوس پوتش رادیکال a بر i. اما تو گزاره ثابت کردیم که این پوتش رادیکال خودش یه ایدئال هست و تصویر معکوس یک ایدئال هم دوباره یه ایدئال میشه و لذا r i خودش یه ایدئال هست. خب خواصی که این r i داره اینطوریه که اولاً آر آی شامل آی هست، ثانیاً رادیکال آی برابر میشه با رادیکال آی، یعنی از یه ایدئال دو بار رادیکال بگیریم برابر میشه با خود رادیکال آی. رادیکال آی جی مساوی هست با رادیکال اشتراکشون. رادیکال آی مساوی خود حلقه هست اگر و تنها اگر آی مساوی خود حلقه باشه و برای هر پی که از اسپک آ برمی‌داریم، یعنی هر ایدئال اول آ، رادیکال هر توانش برابر میشه با خودش. گزاره دیگه‌ای که اینجا هست اینه که رادیکال آی اشتراک ایدئال‌های اول شامل آی هست. اثبات این گزاره هم مشابه اثبات گزاره‌ای بود که نشون دادیم N A اشتراک همه ایدئال ها هست. گزاره بعدی که اینجا مطرح میشه اینه: اگر D مجموعه مقسوم علیه های صفر A باشه، آنگاه D برابر هست با اجتماع رادیکال انهیلیتور های X. انهیلیتور X همون صفر دو نقطه X هست که ما دو نقطه رو تو اسلاید های قبلی تعریف کردیم. اجتماع این رادیکال ها برابر میشه با مجموعه مقسوم علیه های سه. پس یه مرور کلی هم بر رادیکال جیکوبسون انجام دادیم. برای مطالب بیشتر و کاملتر میتونید به منابع جبر پیشرفته مراجعه بفرمایید. در ادامه به بحث مدول ها میپردازیم. فرض میکنیم M یه آمودول باشه که R رو
یه حلقه جابجایی و یکتار در نظر گرفتیم. یه زیر مجموعه ای از M مانند N رو بهش میگیم زیر مدول M اگه عمل جمع و ضرب اسکالر توش بسته باشه، یعنی جمع هر دوتا عضوی از N بیفته داخل خود N و ضرب اسکالر هر عضوی از حلقه در یه عضوی از N دوباره بیفته داخل N. M و N رو دوتا آمودول در نظر بگیریم. یه تابع فی از M به N رو بهش میگیم آ هم ریختی یا آ هوموورفیز. اگه دوتا شرط براش برقرار باشه، اولا جمع رو حفظ کنه و ثانیاً ضرب اسکالر رو حفظ کنه. خب اگه فی از ام به ان یه آهم ریختی باشه، اون موقع ما ایمیج فی که بهش میگیم برد فی یا تصویر فی میشه مجموعه همه فیکسایی که ایکس داخل مدول اولی گرفته شده. کرنل فی یا هسته فی رو هم مجموعه همه عناصری از ام که فی اونا مساوی صفر تعریف میکنیم. خب واضحه که از روی تعریف کرنل فی یک به یک اگر و تنها اگر کرنل فی مساوی صفر باشه. یه مدولی رو بهش میگیم متناهی مولد. وقتی ام تا عنصر ایکس یک تا ایکس ام از اون مدول باشن به طوری که M توسط اونا تولید بشه. تولید شدنم مفهومش اینه که هر عضوی از M رو به صورت ترکیب خطی از XI ها بنویسیم. این ترکیب خطی یعنی جمع عناصری که به صورت ضرب اسکالر اعضایی از A در اعضای X1 تا XM نوشته شده. اگه این تعداد برابر یک باشه، یعنی اگه M توسط یه عضوی مانند X تولید بشه، اون موقع M رو بهش میگیم مدول دوری. متناهی مولد بودن یا دوری بودن مدول یه خاصیت خیلی مهم هست. بیشتر قضایای جبر جابجایی روی مدول‌های متناهی مولد برقرار هست. پودساز یه مدول رو به صورت عناصری از حلقه که ضرب در خود M مساوی صفر باشم. A ضرب در M مساوی صفر مفهومش اینه که هر عضوی از M بگیریم، A ضرب در اون عضو حتما برابر صفر هست. این انیهیلیتور آی ام رو بهش میگیم پودساز ام در آ. تعریف بعدی تعریف حاصل جمع هست. ام رو یه آر مدول در نظر میگیریم که آرم اینجا یه حلقه هست. ام آی ها رو زیر مدول هایی از ام در نظر میگیریم که مشخص نیست، ممکنه متناهی باشه، ممکنه شمارا باشه و ممکنه اصلا بی نهایت ناشمارا باشه. زیر مدول سیگمای ام آی ها رو اینطوری تعریف می کنیم. سیگمای ام آی ها میشه به صورت جمع متناهی از عناصر ام آی ها، یعنی میشه جمع ایکس آی کاهایی که این ایکس آی کاها توی ام آی کال انتخاب میشن و این ان هم بزرگتر مساوی یکه، یعنی ممکنه ان تغییر کنه، ممکنه این جمع دوتایی باشه، ستایی باشه، تا هر تعداد متناهی میشه اینو در نظر گرفت. این سیگمای ام آی ها رو بهش میگیم مجموع زیر مدول های ام آی ها. میبینیم که هر عضوی که از این سیگمای ام آی ها در نظر میگیریم ممکن هست نمایش چند تایی داشته باشه. ممکنه یه نمایشی به صورت جمع مثلا N تا عنصر باشه یا جمع M تا عنصر باشه. ولی اگه این نمایش منحصر به فرد باشه، اون موقع این مجموع رو بهش میگیم مجموع مستقیم و با این دایرکت سام ام آی ها نشونش میدیم. پس اگه هر عضو مجموع ام آی ها یه نمایش منحصر به فردی داشته باشه بر حسب مجموعی از متناهی از اعضای ام آی،
یعنی دیگه عناصر این سیگمای ام آی ها به صورت جمع متناهی عضو نوشته شده باشه و بقیه صفر باشن، اون موقع بهش میگیم مجموع مستقیم. حاصل ضرب رو هم به صورت مجموع دنباله های ایکس آی ها میتونیم تعریف کنیم. حاصل ضرب ام آی ها میشه مجموع دنباله هایی که هر کدوم از اعضا از یکی از این ام آی ها انتخاب میشن و ممکنه این دنباله ها متناهی باشن یا نامتناهی باشن. هیچ شرطی و هیچ فرضی براشون در نظر نمیگیریم. این مجموع رو بهش میگیم حاصل ضرب خانواده ام آی ها و به راحتی میشه بررسی کرد که اینا خودشون دارای ساختار آمودولی هستند. سه تا قضیه مهم یک ریختی که خیلی استفاده میشه تو جبر جابجایی اینجا آورده شده. اولا تعریف یک ریختی اینه که یه هم ریختی باشه هم یک به یک و هم پوشا باشه. همریختی یک به یک و پوشا رو بهش میگیم یک ریختی. قضیه اول یک ریختی اینطوریه که دوتا آمودولی مانند ام و ان رو داریم و یه هومومورفیسمی بینشون موجوده. فی از ام به ان یه آهمریختی یا هومومورفیسم هست. در این صورت یه یک ریختی به شکل ام بر کرنل فی ایزومورف یا یک ریخت با ایمیج فی موجوده. اگه فی یه هومومورفیسم پوشا باشه، این ایمیج فی میشه کل مدول ان. پس اگه فی رو پوشا در نظر بگیریم، قضیه اول یک ریختی این شکلی در میاد که خارج قسمتی ام به کرنل فی ایزومورف میشه با مدول دوم. قضیه دوم یک ریختی یه یک ریختی دیگه ای رو بین زیر مدول های یک مدول در نظر میگیره. ام رو یه آمودول و انوکا رو هم زیر مدول هاش میگیریم. در این صورت این ایزومورفیسم بین اینا برقراره. ان بر ان اشتراکش با کا ایزومورف با ان به اضافه کا بر کا. دقت کنید که این ایزومورفیسم یا یک ریختی یک آیزومورفیسم هست بین این دوتا مدور. قضیه سوم یک ریختی یه جورایی شبیه این قضیه دوم یک ریختی یا قضیه اول یک ریختیه، ولی به صورت خارج قسمت مدول ها. ام و یه آمودول در نظر میگیریم. ان و کا رو دو تا زیر مدول ام به طوری که ان زیر کا باشه. اون موقع یه ایزومورفیسمی به این شکل بینشون هست. ام بر ان تقسیم بر کا بر ان ایزومورف هست با ام بر کا. اینو بخوایم به صورت معیاری ریاضیات عمومی بگیم، بین مدول ها این خاصیت برقراره که میتونیم این مخرج هاشون رو با هم بزنیم و صورت هاشون در کنار هم قرار بگیره که برای اعداد این کار رو میتونیم انجام بدیم. میرسیم به بحث دنباله دقیق. ام یک و ام ان رو آمودول دلخواه در نظر میگیریم. یه دنباله‌ای که از ام صفر شروع میشه و به ام ان ختم میشه و بین هر کدوم از این مدول ها یه دونه هومومورفیسم هست بهش میگیم دنباله دقیق. هرگاه برای هر کدوم از این هومومورفیسم ها این رابطه برقرار باشه، ایمیج فی آی من های یک مساوی میشه با کرنل فی آی، یا به صورت عمومی بگیم تسبرد هر کدوم از این هومومورفیسم ها با کرنل هومومورفیسم بعدیش با هم برابر باشن. خب اگه ما دنباله رو به صورت ستایی در نظر بگیریم که از صفر شروع بشه، اون موقع این دنباله دقیقه. هرگاه این هومومورفیسم بشه یه هومومورفیسم یک به یک. حالا اگه صفر بره سمت بعدی، یه دنباله‌ای که ستایی به صفر ختم میشه، اگه ترکیبی از این دوتا رو در نظر بگیریم، یعنی یه دنباله پنج تایی
از صفر شروع بشه و به صفر ختم بشه دقیقه هرگاه سه تا خاصیت داشته باشه. این فی که هومومورفیسم اولی هست یه هومومورفیسم یک به یک باشه، این سای که هومومورفیسم دومی هست یه هومومورفیسم پوشا باشه و ایمیج